نه بدون از این آمده نمیتونم. موته اگر بخواه یکی سگه تا بیاین در کشتی باید میکنن کشتی. خوشی ها دقیقه دقیقه باید. از تایری. شش؟ برسیم. سن بشش. خواه. باز. دیجا مکتب بکن که درست. نه دلقت. با کدام، یا کدام مکتب هستی؟ در مکتب درقت. درقت؟ خواه. چند مکتب هست در منطقه تا؟ یک مکتب. خب عزیزان، بالاخره جنگلی که برتان میگفتیم، جنگل زیبا و دیدنی که ما برتان میگفتم اشاره میکردم همیچه هست و تمام دوستا منتظری هستن که بریم داخل این جنگل قدم بزنیم و شما از زیبایی که این جنگل داره لذت ببرید. ما در جنگل یکی از ولسوالی های ولایت تخار که یکی از زیبایی های طبیعت افغانستان است که همین لحظه ما در جایی که قرار دارم شما خودتان میبینید که این بوته چقدر زیبا و دیدنی و همچنان این جنگل ما شما چقدر غنی و چقدر زیبا و همچنان چقدر مفید برای آینده کشور ماست. خب ما آیسته آیسته با دریای آمو که ای ولسوالی از شروع شما دیدین او یک قسمتی که ما گفتم از یک قسمت ولسوالی است و اخیر ولسوالی که فعلا ما در حال نزدیک شدن و امرای قماندان صاحب هستیم مالو ما میشه قماندان صاحب برای ما معلومات بکن اکثریت از درخت سینجت میباشن و دیگه از این سرسبزی و مناطق که تشکیل دادم به نام گز میگن گز این که شما میبینید چه خوب بلای مقبولی دارن و در دوها رو در این گپا وقت بسار گلوم میکنن نمو میکنن یک و سرسبزی بسیار زیبا رو به وجود میارن و این آبی نازنینی که بی سر و بی پا رهوند که هیچ کس نمیتونه در طول تاریخ از استفاده کرده باشه یعنی بلای برق باشه دیگه جای باشه و همچه جنگلی که شما میبینین همین لحظه دور از بسیار بسیار میباشه قماندان صاحب همینجا من یک طرف خفه شده رو میبینم تحت کنه ایزان که بسیار حیف است که یکی از درختایی که میتونست به محیط زیست ما و همچنان میتونست به زیبایی طبیعت ما بسیار مفید باشه اما از طرف بعضی از کسایی که چی بگیم قماندان صاحب خب کسایی نیستن که نمیخوان اصلا این وطن زندگی داشته باشه متاسفانه پیام ما ای است که جلوگیری کنن از همچی جای بخاطر که ببینید همون درختی که در اونجا است چقدر زیبا و چقدر دیدنی و از او میتونن پرنده ها و همه حیوانات از او هم استفاده کنه و همچنان بر محیط زیست ما بسیار مفید است ما میتونیم استفاده کنیم اما از هیچ نوع استفاده نمیشه فقط یک چوب سرخ زیاد نمیشه من است یک افغان نه به صفت یک پلیس من است یک افغان بله. فقط توصیه من به تمام مردم افغانستان هستند که در جایی که ما جنگلات زیبا و سرشار داریم نباید قطعش کنید بله بله. نباید از بین بره و نباید خشک شوه بله. به خاطر اینکه اون زیادتر زندگی ما را در سایه محیط زیست کمک میکنه و ما میتونیم که از او به وقت زمان در چهار فصلی که خداوند از لیات طبیعت به ما داده استفاده سالم بکنیم یعنی جاهای تفریحگاه بسیار نازنین مقبول برای مال و مالداری و زراعت و کارداری پیشواری دهقان و مالداری ما میتونیم که استفاده سالم بگیریم اما این که قطع میشه این به بالاخره قطع شدن درخت معنای دیگه داره که یک جوان جوان از و این که بزرگ شوه یک ثمره داره یک سنجیتی میته یک شاخی میته به بالاخره سایره تشکیل میته به بالاخره از محیط زیسته یک نگبانیش میکنه دیگه میکنه. با نزدیک میشیم به دریایی که بزرگترین دریای افغانستان است که شما خودتان هم چند از بعد تصویرش با جمع همکارای ما میبینیم که دریای آمو است عزیزان بزرگترین دریایی که ما بسیار آرزویش داشتم که یک بار در کنار این دریای بزرگ قرار بگیرم که خوشبختانه با قماندان صاحب امنی ولسوالی و جمع دوستای ما بالاخره به نزدیک دریای آمو آمدم به به این هاوی زیبایی که مرد با دو کشور تقسیم کردن اما متاسفانه که ما نتونستیم در طول تاریخ از این آب یک استفاده سو و استفاده سالم را بار بیاریم متاسفانه این همی آب به می عظمت و به این بزرگیش میبینید سه به جای بدون چین و چرا میره و ظاهر شده میره بله و کسی قادر نشد در طول تاریخ از این استفاده بکنه این سرسبزی که شما میبینید از نزدیک این خاک افغانستان اما به مرور زمان آب به حد سراب ها شده
زیاد شده، او طرف امکانات داشتن کار کردن، رودخانه ها را ایجاد کردن و این طرف نتونستن کاری بکنن. این طرف قسمی که ما امی لحظه میبینیم آب نشیب داره به طرف خاک افغانستان و میبینیم که آیسا آیسا خاک متاسفانه خاک از ما شما کم شده میره و او طرف زیاد شده و متاسفانه که خاک از وا زیاد شده میره و این به نفع اونا هستن. بله. باید تیره دولت ما شما توجه کنن. 100%. اون دو درخت بزرگ که میبینین قبلا این آب دو درخت بزرگ بود. اون دو تا درخت بزرگ که معلوم میشه روبروی ما شما. آب میامدن امون تو اونمو سایه را پوشانده و بالاخره اون دو گلایی تامش طرف افغانستان. فعلا اونمو ها به امو عظمتش که واقع کار کردن دیوالی را ایمار کردن به خاطر آینده وطنشون و ام آب این طرف چپه شده. و به مرور زمان آلی ببینین اگر ما اون طرف ترشیم شاید به میلیون ها هزار جرب زمین باشه. رفتن. فردا اینا مرا ما ایدا کرد شاید ایدا کرده نتونیم که خاک ما هستن. آه خونه میگه خاک شما دریای شماست. بله دریایتون هست. بناهن او هم حد ماست. این جنگل سرسبز و زیبایی که میبینی این مربوط افغانستان هست. اون روی پاهای بسیار ضعیف دیده میشه از جنگل به اون طرف. اصل مرد قانونی با تاجیکستان که اونو فرخار و کلاه به تاجیکستان گفته میشه اونو مرد ماست. و عزیزان یک چیز اگه شما متوجه شده باشین ما در داخل ولسوالی وقتی که داخل شدیم با مو آب که داخل شدیم ولسوالی در قد شروع شد. اما عزیزان همی قسمتی که فعلا هستیم آخرین نقطه در قد از به نظر من. بله. که ما یک ولسوالی از اولش تا آخرش که بزرگترین ولسوالی از به نظر من. بله. بله. آمدیم به خاطر که زیبایی طبیعت بر ما از همه چیز کرده مهمتر است. از آنجا که این ولسوالی محاط به آب است، در صدی بیشتر ساکنین آن حتی برای یک بار هم از این محدوده بیرون نشده اند. از آنجا که در صدی بیشتر این ولسوالی را جنگلات پوشش داده است، جنگل میان آب نیز مسمی است که این جنگلات حیوانات وحشی گوناگون را در خود جا داده اند. از آنجا که فرصت کم است، بناچار برمی گردیم و سمت خواجه بهاءالدین حرکت می نماییم. زیرا دوستان ما قرار است در ولسوالی خواجه غار از موسیقی محلی بگویند و سازی سر کنند. خب دوستان، شما در ابتدای برنامه وقتی که ما آمدیم این کشتی رو میدیدین پر بود، صبح وقت بود و تمام دوستان ما میرفتن به طرف منطقهشان و حال تنها ما و بردین خان هستیم که پس میریم به و یکی و دوست ما ببینیم که بسیار زحمت این کشتی را عبور میتن و میریم به طرف خواجه غار و میخواییم که برای دوستم یک کوبک هم کنم. چطور است؟ فیلان ایزا پای مدخ ولسوالی خواجه بهاءالدین آمد. باید یک مقدار را پای پیاده بریم. خب بریم. ما قسم کمی لازم ما میبینم دوستای ما میبینن یک تعداد از مردم اونجا از دریا ریگ میکشن. میشه باره ازی بگی بر دوستای ما که آیا از عمق دریا ریگ میکشن؟ چی رخوی از این مردم محل هستن چی هستن؟ نه دیوم آدم مازم همین هم محل هستن و اما اونا کارگاه هستن و از اونجا از در نزدیک طلا میکشن. چی میکشن؟ طلا. طلا؟ ها طلا میکشن؟ طلا طلا ها اونا همین ها کارشن اینا میستن. بفهم ازم ما شنیده بودم که همچون یک جای در داخل دریای آمو وجود داره که طلا میکشن، اما خوشبختانه که ما اصلا متوجه ازی نبودیم. میخواستیم از دریا عبور کنیم اما اتفاقا مردم از این کار بکنن دوست ما گفتن اینا طلا میکنن. حالا چی خوب است که با جمع شما و با جمع همکارای خود بریم پیش کسایی که طلا رو میکشن. چه قسم از دریا میکشن؟ آیا این طلا در کجا هست؟ معدن از این طلا کجا هست؟ چطور یا میتونن از داخل دریای آمو طلا رو بکشن؟ من گفته بودم براتون که دریای آمو دریای بزرگترین دریای افغانستان است و همچنان غنی ترین دریا است. یکی از خاصیت های شمی طلا است که این دریا طلا دارد. شما رو یک چویی میکردین اما دوست ما گفتن که نه یک چویی نیست بلکه طلا میگیرن. میشه که شما در ابتدا خود بر ما بگوین این نام کن کیست و چطور کیست آمد؟ آشور محمد. آشور محمد؟ خب باشینی کجاست؟ باشینده یعنی بسوالی دوکرد.
در قد تا سفو ما رفتیم داخل بسیار جای خوب بود. چرا رقمی طلا چرا رقم میگیرید؟ چرا این همین رو بارم نشوید مثال به همین نجد طلا دوستا باشید همین چند میچسب ها نمونم زرگیان هم حال کدام زرش چسبیده یا نه؟ این همین مقصد معلوم نمیم نشد مقصد رو در طلا معلوم نشوید در رقیم باید میکرگی بودا کدر حالا مایده این همی زرده تیلاسته گی نه؟ دست نریز اکشت آبا؟ آه دیدم ای اینه زرده هسته ای اینه دیدیم این همی نوز نه دیدیم اینه خواه ای اینه همی نوز مجبوری روزانه چقدر جمع میکنین شما؟ این همی سه نخد، چهار نخد بایسه این همی مسخالکی اگه بگه چه چند مسخال بشه؟ مسخالکی باشه اگه یک مسخالش بایسه این همی ده هزار پر میشه اوکه مسخالک بایسه رو یک مسخال ما شش روز هفت روز پیدا میکنم خب عزیزان ما همین لحظه در جایی رسیدیم که بسیار جالب است که دوستای ما از دریای آمو از یک قسمتش ریگ رو بیارن بالای ازی چوب هایی که خود چون ساختن مندازن و بعدا بالایش آب میریزن که بعدا از این طلا به دست گیرن خب این اگه بر ما بگوی که اصل جایش و اصل معدن که سرازیر میشه داخل دریا براتون معلوم است که در کجا است؟ این به نظر خود تمی مسیر رای که هست در خود دمام که دریا همی طلاع هست یا هست که جایی که سرکش مگرسه از اونجا این همی دریا را هم مجوش مثال طلاع داره گب در سر او هست همی او که میزنه او که بسیار شما او که زد باز او ریگ رو میگردن ریگ رو گردن باز دیگه نتایج جوانه باز بدر میکنم بدر که کرد باز دیگه ما بیل قطع کشیده بیرون بدر میکنم باز آوازی که شوشتن نگه و میشه بر عزیزای ما بگوی که همین چیز کیجا هواره است میشه بر ما بگوی که از چی است و به نظر من یک دسترخان است دسترخان است ولی بازار میخریم خوی دسترخان عادی است بر ما پیش از پیش گفتن که در این جایی که شما هستین گفت در پوست گاو میمانن باز وقتی که میرزن او طلا را میگیرن نه نه پوست گاو نمیشه در پوست گوسفند میشه خواه پوست گوسفند است قیمت است اگه اسم میبره او را میپزانی استا باز چرمگری میپزانه باز او پزان باز دیگه بریده میشه خیلی کار از او بسیار است اینا اینو هستک به اصطلاح بازار میگیرین اینا به اصطلاح از اون طرف به اصطلاح نمیره میخری بویده بوده میپاتی دم شوتن میگیرین برمیگردیم به ولسوالی خواجه‌غار دوستان ما از قابلی مخصوص میگویند و پس از آن قرار است در وادی موسیقی محلی این محدوده قدم بزنیم این ساحل را که میبینین مربوط ولسوالی خواجه‌غار است ساحل دریای کوکچه میگن اینجا را دیگر در روزای هید همیشه در شبای هید جوانا گرده هم میان اینجا عزید استقبال میکنن یار و دوست رفیق در اینجا دعوت میکنن شب نشینی میکنن قصه میکنن با دوستان ملاقات میکنن روی بعضی مسائل جا گفتگو صورت میگیره سیاحت میکنن آب بازی میکنن ایده خوش میگذرانن بله معمولا در ولسوالی خواجه‌غار هر نوع غذا پخته میشه ولی غذای بسیار اما تو موثر و همیشه مورد پخت و پز ما پلو است اکی جایی دوستا برادرها هر کامش وظیفه خاصی را داره یکش اینجا خورمه میکنه یکش برنج پخته میکنه یکی دو تایش یک به دیگر کمک میکنه تا یکی برای بیگای ایت یک چیزی را آماده بکنه دوستایی که دیگه میهن از استفاده بکنه اجزا که ما میمان از اجزای ماستم میخواییم پرسان کنم که در این تنها پیاز است یا دیگه چیز آمده واسه میشم داره خواب کی به شکل خورمه بخته این دو پیاز هست نه؟ خیلی در این دو پیاز هست اونه گوشت هست و پیاز هست و دیگر لوازمات که در میده یک میده بسیار خوب بسیار خوب خب منتظرش هستیم ببینیم که چی مگر زحمت دوستان زیاد کشیدن ببینیم که مزهش چقدر خواد باشه چقدر مزه خواد داشت پسانتری را خواد دیدم ایزا شما هم در تصویر خواد دیدین که چقدر مزه خواد داد طبعا این دوستای ما که زحمت کشیدن مزه خوب خواد داد ای
اجرای موسیقی در روزها و شبهای عید از موضوعات دیگری است که ریشه در گذشته این مردم دارد. علاوه بر مراسم خوشی، این مردم همواره با موسیقی در ارتباط هستند. آن هم موسیقی زیبا و دلنشین محلی منحصر به خود. سه نوع آله موسیقی محلی در میان این مردم بیشتر کاربرد دارد که زیربغلی، دنبوره و غیچک را در بر می‌گیرند. اینها آله هایی هستند که این مردم خود می‌سازند و می‌نوازند. هر کدام از این آله ها آوای ویژه و دلنشین خود را با نوازندگان و سازندگان خاص خود دارد. من سیف رحمان صمیم هستم، یکی از هنرمندای جوان که تقریبا زیاد سال نمیشه، 4 سال 5 سال میشه رو به موسیقی آوردیم. از همین ولسوالی هستم و فعلا در تخار زندگی میکنم و من در کنار شما بگم مهمان هستم، یکی دو ماست نیومدیم. زیاد خوش هستم در خدمت هموطنان عزیز خود هستم. بله حتما. باید است که در شبایی دیگه آدم مهمانی بره جای تفریح کنه، شبای خوشی هست. جانا من با ایده دوستا قبلا هم گفتم در اینجا در خدمت شما هستم و موسیقی محلی موسیقی است که تخار خودش یک موسیقی علایید داره. هنرمنداش بسیار کوشش میکنه که اشعارهای خوب قوی و شعرهای فولکلوری وطنی خود بخونه و به نمایش بگذاره و ما هم امروز همچنان با ادبوری آلات موسیقیه که در تخار وجود داره در مجموع و بیایم مختصرا درباره آلات موسیقیه که در منطقه خواجه غار مروج است، مثلا در شبهایی که دوستا با هم میشینند، شبهای عروسی، شبهای خوشی. معمولا از چی آلات موسیقی استفاده می کنند؟ بله طبعا معلوم دار است که موسیقی محلی تخار ما خصوصا قطغن زمین، غیچک و زیربغلی و دنبوره و بعضا هارمونیم، خودم هارمونیم می نوازم و از همین موسیقی ها که موسیقی محلی سچه وطن است استفاده می کنند و ما هم از همین هست. ما عبیب جان هستم، زیربغلی نواز، من معرفی کنم باید برعرفی هم میشه. عبدالمعروف جان هست، از خوجه غار است، هم غیچک می نوازم، هم دنبوره. اینا هم عبدالرحمن جان دشتی است، هم غیچک می نوازم، هم دنبوره. بگویم هر دو تاش بسیار هنرمند ماهر و خوب هنرمند است. بسیار خوب است عزیزان. ما شما خسته نشین که ما تمام حرفا را زدیم، اما عزیزان شما خودتان حس کرده باشین صدای این دریایی که در کنارش ما هستیم، شما خودتان حس میکنین که بسیار صدای زیبا داره و در پهلوی از او طبیعت زیبایی که است. اگر شما متوجه شوین، خود موسیقی از طبیعت گرفته شده و ما اهل دهی طبیعت زیبایی که فعلا ولایت تخار ولسوالی خواجه غار داره، میبینیم که دوستای ما با آلات موسیقی که هستن، با صدای زیبایشان که هستن، یک نغمه بسیار کوچک، یک نغمه که خودشان آماده ساختن، چی میگن محفل ما را شروع میکنیم. رسم آنانات منطقهشان، درباره بعضی از خاصیتایی که مردم محل داره، لباسایی که مردم میپوشن، درباره از اینا میشه بزرگایی که در اینجا شیشتن میشه که خودشان از زبان خودشان میشنویم. آنانات ما گوناگون و مختلف نیست، یک آنانات داریم، یک رسم داریم، یک رواج داریم. اول خود ما
همیشه میزبان هستیم، مهمانی را بسیار دوست داریم. کسی که مهمان میاد اینجا ما از او بسیار خوش میشیم که مهمان میاد. و دومی که همیشه از همین لباس های عنعنوی ملی ما استفاده میکنیم، یعنی که جلک باشه، پیرن ساده و عادی باشه یا واسکت باشه، دیگه از دستمال ها هم به می شکل، چون درجه حرارت هم میشه در اینجا گوناگون است در فصل، میشه که ما از این هم در سرما هم در گرما استفاده بکنیم. خب امی دوست ما در کنار ما شیشتن، ما میخواییم ازشان پرسان کنیم که روزهای هیت چه قسم این مردم چه قسم رواجا دارن، چطور رواجایی که در روز هیت است میشه بر دوستای ما تشریح بدی کنیم؟ ما روزهای هیت بیشتر بعد از نماز که خواندیم، بله، باز ما میتونیم میریم خانه دوستا، مثلا خانه از خودی ما برکت بزرگ باشه، میتونیم ما میریم اونجا اونا رو دیدن میکنیم. خب اینمی سه روزید با اول روزید که نماز خواندیم ما میریم اول خانه خیش قوم یک دیدن میکنیم، بعد از اون دیگه اینمی بعد روز دوم شم اینم تو انانات داریم که کی دوستا کی قوم یک جای شده میریم خانه دوستا خیش قوم. ای پری و سینگا میاد رخت سمیار شهر، یک قاشق رسیده خال مشکیار شهر. ای پری و سینگا میاد رخت سمیار شهر، یک قاشق رسیده خال مشکیار شهر. یک قاشق رسیده خال مشکیار شهر. I'm gonna make you mine.